سرخط خبرها. انتقاد از بزرگنمایی داعش در افغانستان. معاون سیاسی رئیس الوزراء در دیدار با دیپلمات های مقیم کابل میگوید که نباید برای داعش تبلیغ شود. داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د بشریت، سیمې او نړۍ دښمن دی. اسلامي امارت دغه ډله په افغانستان کې ځپلې ده. هیڅوک باید د دې ډلې د قوي کودلو او پیاوړتیا لپاره لابي ونه کړي. آغاز کار ساخت شهرک رهایشی نیلباغ در کابل. قرار است 1400 ساختمان با هزینه 71 میلیون دلار از سوی چین در منطقه دارالامان ساخته شود. افغانستان اسلامی امارات د نورو زیربنایي پروژو تر څنګ د ودانیزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي دي. گرم شدن بازار فروش میوه های خشک و تازه در پایتخت. شمار از افراد نادار میگوید که نمی توانند به دلخواه خود خرید کنند. و تلاش های تازه برای برقراری آتش بس در غزه. حماس برای سرگیری مذاکرات برای آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها هیئت به مصر می فرستند. سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز یک شنبه 19 حمل سال 1402 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. معاون سیاسی رئیس الوزراء در دیدار با شمار از سفیران و نمایندگان دیپلماتیک برخی از کشورها در کابل تاکید کرد که نباید کسی برای تقویت داعش لابیگری کند. مولوی عبدالکبیر همچنان گفته که داعش دشمن افغانستان، بشریت، منطقه و جهان است و اما بعض از حلقات در منطقه و جهان برای این گروه در افغانستان تبلیغات میکنند. آقای کبیر در این نشست تصریح کرده است که مردم افغانستان هنوز با فقر و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و نیاز فوری به کمک های بشری دارند. سفیران شماره از کشورها، نمایندگان سازمان ملل و اتحادیه اروپا در کابل اینجا به ضیافت افطاری در معاونیت سیاسی ریاست الوزراء حضور یافتند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزراء در این نشست با اشاره به سرکوب داعش در افغانستان تاکید کرد که کسی نباید برای تقویت داعش لابیگری کند. آقای کبیر هرچند از کشورها یا حلقه خاص نام نمیبرد، اما تصریح میکند که برخی از حلقات در منطقه و جهان برای داعش در افغانستان تبلیغات میکنند. متاسفانه چپسیم و نړۍ کې زنی کړی و هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د داعش لپاره په تبلیغاتو لاس پورې کړی دی. داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د بشریت، سیمې او نړۍ دښمن دی. اسلامی امارت دغه ډله په افغانستان کې ځپلې ده. هیڅوک باید د دې ډلې د قوي کودلو او پیاوړتیا لپاره لابي ونه کړي. معاون سیاسی رئیس الوزراء داعش را دشمن افغانستان، بشریت، منطقه و جهان میداند و تاکید میکند امارت اسلامی اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان برای کشورهای دیگر تهدید خلق شود. باید افغانستان گوندیان داد ودری چې اسلامی امارت هیچا ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه چاته ګواښ پېښ کړي. هغوی چې په افغانستان کې ماتې خوړلې، د افغانستان پراخې سیمه ییزې اړیکې او تعامل، د بنسټیزو او پراختیایي چارو ترسره کول، د نشه یي توکو او فساد پای ته رسېدل او د سراسري امنیت تامینېدل ورته د منلو وړ نه دي. مولوی عبدالکبیر در این نشست خواستار دوام کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و نیز از کشورهای همسایه خواست که از اخراج اجباری مهاجران افغان دست بردار شوند. افغانستان په بشپړ ډول په خپل ستونزو برلاسه شوی نه دی. تر اوسه هم افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري، له فقر او بیکاری سره لاس او ګریوان دی. په دغه وضعیت کې په اجباری ډول د کډوالو راستل په افغانستان کې بشری وضعیت نور هم کړکېچن کوي. هیله ده چې زموږ دوست هیوادونه په دې برخه کې د نړیوالو قوانینو په نظر کې نیولو سره له پوره حوصلې کار واخلي. معاون سیاسی رئیس الوزراء از حضور نمایندگان دیپلماتیک خارجی در افغانستان استقبال کرد و ابراز امیدواری نمود که در سال آینده شمار دیپلمات‌ها در کابل بیشتر شود.
آقای کبیر تصریح کرده که امارت اسلامی مایل است تا با جهان مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته و در پروژه های مهم منطقه‌ای سهم بگیرد. کار عملی پروژه مسکونی نیلباغ با سرمایه گذاری 71 میلیون دلار در کابل آغاز شد. معاون اقتصادی رئیس الوزراء در مراسم آغاز کار عملی آن این پروژه را یک گام بزرگ و اساسی در راستای پیشرفت و توسعه کشور می داند. عبدالغنی برادر می افزاید که امارات اسلامی در اجرای پروژه های ساختمانی در کنار سایر پروژه های زیربنایی در کشور گام های موثر برداشته و برای آغاز پروژه های بزرگ دیگر نیز برنامه دارد. آغاز کار پروژه مسکونی نیلباغ در کابل با سرمایه گذاری 71 میلیون دلار آمریکایی. این پروژه که مشمول ساخت 1400 ساختمان مسکونی می شود، از کمک های بلایوز چین ساخته می شود. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم آغاز کار عملی آن، این پروژه را یک گام بزرگ و اساسی در راستای پیشرفت و توسعه کشور می داند. به گفته ملا برادر، امارت اسلامی در اجرای پروژه های ساختمانی در کنار سایر پروژه های زیربنایی در کشور، گام های موثری برداشته و برای آغاز پروژه های بزرگ دیگر نیز برنامه دارد. افغانستان اسلامی امارت د نورو زیربنایي پروژو تر څنګ د ودانیزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي دي چې د نوي کابل د لومړي په دوهمه برخه او یو لړ نورې پروژې د نمونې په ډول یادولی سو. افغانستان و چین دو کشوری هستند که با هم روابط دیرینه و حسنه دارند. تا حد فرهنگ مشترک دارند، فضای مشترک و ملت مشترک دارند. ما مردم چین من حیث نزدیکترین مردم به افغانستان وعده می دهیم برای ملت افغانستان و امارت اسلامی که این روابط حسنه بین دو کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی و در هر عرصه‌ای که با هم همکار هستیم متداوم خواهد بود و ما در کنار شما خواهیم بود. معاون اداری رئیس الوزراء نیز ابراز امیدواری می کند که با وصل شدن افغانستان به طرح یک کمربند و یک جاده و همچنان تکمیل شدن کوریدور واخان به گونه مستقیم با چین وصل شود. آقای حنفی می گوید که امارت اسلامی از پالیسی چین واحد حمایت می کند. همیشه چین واحد تایید می کنیم و همچنان وان بلد وان رود را ما همیشه حامی از او هستیم و خواهان از او هستیم که افغانستان از کوریدورهای مختلف با وان رود و وان بیلد وصل شود تا ما با هم بتوانیم، چون که با هم همسایه هستیم، مردمان ابی خطه هستیم، ما همیشه ما با هم زیست خواهیم کرد و قبلا هم با هم هیچگاه بین چین و بین افغانستان هیچ وقت مشکلی نبوده است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در افتتاح این پروژه می افزاید که با حاکمیت امارت اسلامی تمام پروژه ها در کشور با شفافیت کامل تطبیق می شوند. ندا محمد ندیم تصریح می کند که امارت اسلامی با آسایش مردم متعهد و برای ایجاد رفای آنها آماده هر گونه قربانی است. سپدغ نیلباغ شهرک دشپک پینزوستو بلاکونو که سوار لسوا رعایش کورونا او بیا د دې په غاړو باندې نور تجارتي بلن منزل چې په هغو کې خپله افغاني سرمایه گذاران هم کولای شي سرمایه گذاری پکې وکړي، نو دوه پروژه دي موږ غالبا یا په قندهار یا هرات یا مزار او یا په جلال آباد، یعنی د هیواد په زونونو کې به دې موږ دوه پروژه او بل پروژه به دې موږ په نوي کابل کې شروع کیږي. مشرتابه محترم څخه رانیولې بیا تر پایه پورې ټول په دې هوډ باندې د خدمت ته ولاړ دي چې د ملت خدمت وسي، د مسلمان او غیرتمنو مظلوم ملت همکاري وسي، لاسنیونه وسي. نو کېدلای شي چې په ښه اطمینان باندې دلته که څوک غواړي چې پانګونه وکړي ویې کولای شي. به گفته مسئولان در وزارت شهرسازی و مسکن، مدیریت و انجینری این پروژه از سوی امارت اسلامی صورت می‌گیرد و ساختمان‌های مسکونی نیلباغ مخصوص کارمندان دولتی‌اند که در مدت بیش از 3 سال تکمیل خواهند شد.
سازمان ملل متحد بار دیگر از کاهش کمک های بشر دوستانه به افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که تاکنون فقط 6% از کل بودجه کمکی برای افغانستان را دریافت کرده است. بر بنیاد گفته های سازمان ملل در سال جاری 3.6 میلیارد دلار برای تامین نیازهای بشر دوستانه در افغانستان نیاز است. شهروندان کشور میگویند که کاهش کمک ها تأثیر منفی بر وضعیت افراد نادار میگذارد. گزارش از خدیجه کوهستانی. این روزها کابل پر از مردمانی دیده می شوند که با کراچی هایشان در جستجوی کار هستند. میرویس مانند ده ها تن دیگر کارگری است که مسئولیت تامین نفقه تمامی خانوادهش را بر دوش دارد. می گوید با کار و بار روزانش به سختی می تواند لقمنانی را پیدا کند. ما کار و غریبی میخوایم، ما کار حکومت برقرار باشه، ما کار و غریبی میخوایم. ما غریبم، اشتریالم، چی بخ یک کار نیست، بار نیست، در مردم کلگی تا طلب رسیده میخوایم. با این حال نهادهای کمک رسان همواره میگویند با کمبود بودجه برای ادامه کمک ها در افغانستان مواجهند. در تازه ترین مورد هم سازمان ملل متحد میگوید این سازمان تا کنون تنها به 6% بیش از 30 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز برای ارائه کمک های بشردوستانه به افغانستان را دریافت کرده است. مشکل در کمبود بودجه در مقیاس جهانی نیست، بلکه مشکل در عدم توزیع درست و عادلانه و همچنان عدم اختصاص بودجه به جاهای مناسب مانند مایحتاج ابتدای زندگی افراد و نیازهای اولیه‌شان است. بنان هرگاه جامعه جهانی این ظرافت متوجه شده باشه و شوند، مطمئنن که اکثریت معضلات اقتصادی چی در افغانستان و چی در سایر کشورها میتونه مرفوع شود. وزارت اقتصاد با تاکید بر تداوم کمک های بشری به مردم افغانستان میگوید این وزارت برای کاهش فقر در کشور برنامه هایی را روی دست دارد. پا ملی کچه در غزمون و اقتصادی پالیسی و پلانون و ملی پروژو همغږی کول او د هیواد پراختیایي اهداف سرسم با مهم و اقتصادی شاخصونو تمرکز چې د پایښت لرونکي اقتصادي ودې او د کارموندنې لامل کیږي زموږ د کاري لومړیتوبونو څخه شمیرل کیږي. برخی از آگاهان از مسئولان حکومتی میخواهند تا در ریشه‌کن کردن فقر در کشور گامهای مثبت بردارند. زمانی که پروژه های انکشافی و نیمه زیربنایی در افغانستان آغاز به سرمایه گذاری نکنه، متاسفانه نمیتونیم که میزان فقر در کشور کاهش بدیم. سازمان ملل متحد چند پیش هشدار داده بود که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارد و کمبود بودجه مالی به یکی از بدترین بحران های بشردوستانه در جهان شدت می بخشد. سرپرست وزارت صحت عامه میگوید که این وزارت برای ارائه خدمات معیاری صحی به شهروندان کشور متحد است. قلندر عباد در مراسم بزرگداشت از روز جهانی صحت میافزاید که در حال حاضر در 4900 مرکز صحی در سراسر کشور به مردم خدمات ارائه می شود و گفته ی آقای عباد در سال گذشته نزدیک به 80 میلیون تن برای تداوی به مراکز صحی مراجعه کردن و برای آنان خدمات ارائه شده است. سرپرست وزارت صحت میافزاید که آنان تلاش دارند تا مراکز صحی را با وسایل پیشرفته طبی مجهز ساخته و ظرفیت دکتران و کارمندان صحی را نیز بلند ببرند. تقریبا د سالم 3.5 میلیارد پخواو شا که وګړو ته هغه ابتدایي خدماتو کې مشکلات موجود دي، خو بیا هم ټوله نړۍ په دې هڅه کې ده چې څرنګه موږ کولای شو چې خپل ابتدایي ثانوي او ثالثي خدمات د نړۍ ټولو وګړو ته موږ وړاندې کړو. افغانستان هم د خپل تاریخ په اوږدو کې شاید چې په صحي خدماتو کې ډېری زیات مشکلات لري. یو په افغانستان کې دا تیر شوي 15 لسیزې خپله د دې سبب ګرځېدلی دی چې دلته هغه ټول خدمتونه چې د ولس ژوند پرې باندې خوسا کیږي او بالخصوص د صحت خدمات هغه متاثره دي. موږ په همدې تلاش کې یو، په همدې کوشش کې یو چې څرنګه کولای شو چې د افغانستان ټولو وګړو ته او ټولو قشرونو ته بالخصوص مور او ماشوم ته او ابتدایي خدمات موږ په معیاري ډول باندې ټول نړۍ ته وړاندې کړو.
ایران بار دیگر تاکید کرده است که مهاجران به اسناد افغان باید این کشور را ترک کنند. مدیر عمومی ادبا و مهاجران خارجی ایران گفته است که به مهاجران بدون اسناد افغانستان هیچ گونه خدمات رفاهی ارائه نمی کنند و آنان باید به کشورشان بازگردند. از سوی هم هند 7 مؤسل افغانستان را که به دلیل درگیری بر سر اقامه نماز در فضای عمومی با یک گروه محلی در گجرات هند درگیر شده بودند از لیلیه اخراج کرد. ایران بار دیگر تاکید کرده است که به مهاجران بدون اسناد افغانستان هیچ گونه خدمات رفاهی ارائه نمی کند و آنان باید ایران را ترک کنند. رسانه های ایرانی گزارش دادند که احسان حیدری، مدیر عمومی ادبا و مهاجران خارجی ایران، طی مراسم در تهران می گوید مهاجرینی که فاقد اسناد هستند باید به کشور خودشان بازگردند. او از مهاجرین خواسته تا مطابق قوانین و دستورالعمل های سازمان مهاجرت عمل نموده، اخبار مربوطه را از تا موثق پیگیری نمایند و گرفتار سوجویی اشخاص نشوند. تکلیف مهاجرین غیر مجاز مشخص شده است و اگر به صورت غیر مجاز به کشور وارد شوند، دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه خدمات رفاهی برای این دسته قرار نداده و باید از کشور خارج شوند. مهاجرینی که فاقد مدرک هستند بدون تعارف باید به کشور خودشان بازگردند. این مقام اداره مهاجرت تهران همچنان تصریح کرده است که اگر مهاجران بدون اسناد در مشاغل در این کشور استخدام شده باشند، بر اساس قانون با او و با صاحب کارش برخورد خواهد شد. بر اساس مصوبات قرارگاه ادباء تهران، اگر افراد غیر مجاز در مشاغل هم به کار گرفته شده باشند، بر اساس قانون با آنها برخورد شده و با صاحب کار هم طبق قوانین برخورد می شود. مدیر عمومی ادبا و مهاجران خارجی تهران گفته است که هماکنون حدود 170 هزار متعلم مهاجر افغان در مکاتب تهران سرگرم آموزش هستند و آنان به دلایل مختلف موافق جداسازی مکاتب نیستند. از سوی هم هند 7 مؤسل افغانستان را که به دلیل درگیری بر سر اقامه نماز در فضای عمومی با یک گروه محلی در گجرات هند از لیلی اخراج کرده است. روزنامه تایمز آن کشور گزارش داده است که پوهنتون گجرات هند به این 7 مؤسل افغان اخطارهای رسمی نیز دادند تا لیلیه را ترک کنند. بر اساس این گزارش پس از این درگیری هیئت‌های حزب وزارت خارجه هند و کنسولگری افغانستان نیز به این لیلیه رفته و موضوع را بررسی کردند. با تشدید اخراج‌های اجباری، مهاجرین با چالش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی روبرو می‌شوند که در این خصوص لازم هست مسئولین نظام حاکم بر قدرت در افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی با رایزنی‌های مربوطه برای جلوگیری از اخراج‌های اجباری مهاجرین گام‌های عملی بردارند. در این میان پاکستان نیز اخیراً اعلام کرده است که پس از ماه مبارک رمضان دور دوم اخراج اجباری مهاجران افغان از آن کشور را آغاز خواهد کرد، اما این تصمیم اسلام آباد با واکنش‌های در داخل و خارج از پاکستان مواجه شده. شماری از فعالان حقوق بشر افغان نیز آن را محکوم کرده و خلاف قانون اساسی پاکستان و نقض قوانین بین‌المللی دانستند. مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه تخار میگوید که روند تخریب کشتزارهای کوکنار را در این ولایت شروع کردند. این مسئولان میافزایند که بر اساس سروی ابتدایی آنان امسال بیش از 3000 جریب زمین در ولایت تخار کوکنار کشت شده است. در همین حال شمار از دهاقین از حکومت خواستار کشت بدیل هستند. با شروع کمپاین تخریب مزارع کوکنار در ولایت تخار، ولی این ولایت میگوید که در مرکز و برخی از ولسوالی ها دهاقین کوکنار کشت نمودند و حکومت مصمم است مزارع کوکنار را تخریب کند. در تخار هم که ما میبینیم در اکثر ولسوالی ها کشت شده، داخل مرکز هم یعنی ما شما فعلا موقعیت داریم که کشت شده است. این مکلفت حکومت است که باید این کشت از بین برود. مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیت تخار میگوید که کارزار تخریب کشتزارهای کوکنار را در مرکز و ولسوالی های این ولایت آغاز کرده اند. به گفته مسئولان این مدیریت، بر اساس بررسی های ابتدایی امسال بیش از 3000 جریب زمین در تخار کوکنار کشت شده است. خامی را که در ساحات گرفتیم دیگه از 3000 جریب زمین بیشتر است و برای تخریب سال قبلی تقریبا ما 5400 جریب زمین تخریب کرده بودیم و انشالله برای تخریب بعدیش دیگه برای تخریب ابتدایش شما خودتون بیشتر میفهمین که ما در ساحات چی قبلن امکانات قبلن که از زمینه برای آمدن مساعد نبود، برف و باران بود و اکنون قرار است که اینجا ما حضور پیدا کنیم و تخریب عملی شروع بکنیم.
شماری از دهقینانی که کشتزارهای مواد مخدرشان در حال تخریب شدن است از حکومت خواهان ارائه کشت بدیل هستند. این چیزی که ما مردم نمره دوا زدیم برادران به زحمت کردیم مالک و خرج کردیم این دیگه ما مردم دیگه کاروبار نداریم که برادر این امر ما گفتم خیلی یک خرجی دست شود نشد دیگه حال دولت که من کردم من دست دیگه چی کنیم دیگه یعنی با نخواه سیبا من شکر بزدلیم اگر نخواه هم چاره هم سکرم سب بزدلیم اگر نخواه کم کچیم اگر نخواه کم کچیم دیدم راست ده اگر کچیم دیدم نخواه سیبا کچیم دیدم شدیر قلم هست شدیر قلم پس مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیت تخار تاکید میکند که کارزار تخریب کشتزارهای کوکنار تا صفر ساختن آن در این ولایت ادامه خواهد داشت و از دیاقین میخواهد انوزم فرصت کشت حلال وجود دارد و خود آنان اقدام به تخریب مزارع کوکنار کنند. پلیس ننگرهار برای تامین امنیت روزهای عید تدابیر امنیتی را در این ولایت افزایش داده است. مسئولان امنیتی این ولایت میگویند که در بخش‌های مختلف این ولایت محلات تلاشی را ایجاد کردند و گزمه‌های سیار را نیز بیشتر کردند. باشندگان ننگرهار ابراز امیدواری میکنند که روزهای عید بدون هیچ رویداد ضد امنیت سپری شود. با نزدیک شدن روزهای عید تدابیر امنیتی در ولایت ننگرهار بیشتر شده است. مسئولان قماندانی امنی این ولایت میگویند برای تامین امنیت روزهای عید تدابیر محلات تلاشی را افزایش داده و گزمه های سیار را نیز بیشتر کردند. ننگرهار ولایت طول ولستانات اطمینان او داد ورکو چه در اسلامی امارات امنیتی مجاهدین در طول و مساجد و عیدگاه و تفریحی زاین و پارکون و تامین امنیت کلی او حل تم امنیتی مجاهدین گمارلی او هیچ چاته به هم اجازه ورنکوشي د اختر مبارک ورځي د خوخي ورځي ننګرهاریانو ته ور به مزیک نیروهای امنیتی در ننګرهار نیز به مردم اطمینان میدهند که از تمام توان برای تامین امنیت روزهای عید کار میگیرند. د ننګرهار خلکو د ډاډ ورکوم چې ان شاء الله خپل اختر په ښه شکل او په آرام شکل سرته ورسوي. سلی شه تاسو په خدمت کې ان شاء الله چې موږ په تن کې یو ساس کې دمینی او موږ تاسو نه دفاع کوو. د دې تعداد ورکوم دی او سرباز په حیث باندې دی او مجاهد په حیث باندې ان شاء الله چې ارزه ناراضي او موږ دې تعداد ورکو خو خوشاله دیوال مانځي او موږ د اختر مبارکي ټول ملت ته ورکو. باشندگان ننګرهار ابراز امیدواری میکنند که روزهای عید بدون هیچ رویداد ضد امنیتی سپری شود. موږ د چک پینو والا نه ډیر خوشحاله په خپل ځای کې خط صحیح دغه کوي کوشش کوي دغه کوي شکر خا امنیت نیولی ښه دغه جوړ دی اوسه پورې څه هم نشته دی. تا کمتر از 3 روز دیگر به عید سعید فطر مانده و در شهرهای بزرگ کشور مانند جلال آباد گشت و گذار مردم از بهره خرید بیشتر شده است. حال هم خبرهای اقتصادی. این روزها شهر کابل حال هوای دیگره دارد. مردم پولدار و فقیر برای بزرگداشت از روزهای عید خرید می کنند. افراد نادار اما با چالش های اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. هرچند که می گویند که نسبت به گذشته بهای میوه خوش کاهش داشته، اما آنان توان خرید مواد دلخواهشان را ندارند. دکانداران نیز از فروشاتشان راضی به نظر می رسند. جنب و جوش بازارهای کابل در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر. مردم نادار و پولدار برای خرید به بازارها آمدند تا با خریدن میوه‌های تازه و خشک از روزهای عید تجلیل کنند. اما افراد نادار با چالش‌های هم مواجه هستند. میگویند آنچنانی که می‌خواهند نمی‌توانند خرید کنند. والا جنب جوش بازار خوب بسیار زیاد است، خرید کردیم. دیگه بعض چیزایی که ضرورت داریم، میوه دست تک میوه خشک است، یعنی چیزا ما مانده اومدیم که میوه دی چیزا رو بگیریم. دیگه بوری بار بسیار زیاد است تک شهر کابل. رفتیم خودمون رفتیم چپلی مپلی پلیس چیزا گرفتیم. دیگه مردم ها خوب است، اقتصاد مردم خراب است، ولی پرجوش است مردم، بازار خیلی پرجوش است، مگر اقتصاد مردم خراب است. فروشندگان میوه های خشک میگویند که به دلیل کاهش قیمت ها فروشاتشان بهتر شده است. نرخ خوب است، امسال 150 رو بس سال قبل داشتیم ما 180 رو بود 170 رو بود، امسال 150 رو شده از خاطر از اینکه بدرم یک ذره روغن ارزان شده. قیمتی لو مخکنی کارونه اوس الحمدلله ارزانی ډیره ده. مخکې مثال دا بادام راتل په وسه او راتل وسه په شپږ سو مونږ خرڅو، مخکې مو سو اته سو خرڅول وسه په شپږ سو په پنځه نیم سو خرڅو. نو مخکېنی اخترونه سګه دې اختر کې ان شاء الله ډیر ارزانی ده. اما هستند کسانی که توان خرید میوه های تازه و خشک ندارند. از این رو شور و هیجان تجلیل از روزهای عید در وجودشان دیده نمی شود.
عید دیگه با عید چه کنیم که بین سرواز هم ما میتونیم در روز عید برایم. لباس ما همین لباس است، کراچی ما همین کراچی است. این پلید پیسدار است، این ایده است که فامیل کسایی که پول داره میتونه که با خوشی پیش ببره، ولی ما بین همین کراچی و بین همین حالت ما میتونیم که گذران کنیم. خریدن لباس نو، ایدی رفتن به خانه های خویشاوندان، خرید میوه تازه و خشک از رسم و عنعنات قدیمی مردم افغانستان برای تجلیل از روزهای عید محسوب می شود. از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.